محمد حسین کروبی گفت وضعیت نگهداری پدرش بهتر شده است. همراه ما باشید تا لحظات دیگر با این بخش خبری از رسانه سبز ایران. عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شما بینندگان محترم رسا با اخبار 17 فروردین ماه در خدمت شما هستیم. من هم سلام و شب بخیر میگم به همه شما. با اخبار 16 آذر از رسا در خدمت شما هستیم و اما مهمترین عناوین این بخش خبری. 331 فعال سیاسی و مدنی کشور حمله به سفارت بریتانیا و جنگ افروز حکومت ایران را محکوم کردند. ده ها کنشگر سیاسی و مدنی خواستار توقف اعتصاب قضایی رضا شهابی شدند و آغاز به کار کمپین نسرین ستوده را آزاد کنید. عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شما بینندگان محترم رسا. روز دانشجو رو گرامی می‌داریم و به امید آزادی همه دانشجویان دربند. من هم سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما و ازتون دعوت می‌کنم با اخبار امشب از تلویزیون رسا همراه باشید. خبرهای امشب را آغاز می‌کنیم با آخرین وضعیت شیخ مهدی کروبی. محمد حسین کروبی گفت شرایط نگهداری پدرش بهتر شده است. محمد حسین کروبی فرزند ارشد مهدی کروبی روز سه‌شنبه در یادداشتی که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده به شرح کوتاهی از تازه ترین دیدار خود با پدرش پرداخته است. آقای کروبی در این یادداشت نوشته است: شنبه بعد از ظهر با تلفن مادرم مطلع شدم که امکانی برای دیدار با پدر مهیا شده و قرار است ایشان را تحت الحفظ به خانه شخصیشان بیاورند. به سرعت خود را به خانه رساندم و امکان دید و بازدید و گفتگویی برای نیم ساعت مهیا شد. بنا به گفته محمد حسین کروبی وضعیت نگهداری از پدرش طی هفته‌های اخیر بهتر شده و اکنون وی اجازه خواندن دو روزنامه جامعه جمع و اطلاعات را یافته و همچنین می‌تواند برای هواخوری و قدم زدن روزانه به فضای آزاد برود. مهدی کروبی به همراه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از اواخر بهمن ماه سال گذشته در زندان خانگی به سر می‌برد. 331 فعال سیاسی و مدنی کشور حمله به سفارت بریتانیا و جنگ افروز بودن حکومت ایران را محکوم کردند. 331 نفر از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مخالف دولت ایران با انتشار بیانیه‌ای تهاجم اخیر به سفارت بریتانیا در تهران را محکوم کردند. امضا کنندگان در این بیانیه با اشاره به تهاجم اخیر به سفارت بریتانیا در تهران نوشتند: تنش آفرینی های بین المللی نظام جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای بسیار خطرناک شده است. امضا کنندگان این بیانیه همچنین با اظهار نگرانی از آنچه سیاست های ماجراجویانه خوانده شده آوردند: ما به عنوان مخالفان فعال جنگ برای این تنش‌آفرینی‌های روزافزون و آینده میهن بیمناکیم و خروج از وضعیت خطرناک فعلی را ضروری می‌دانیم. خواسته‌های مشخص این بیانیه آنطور که در متن آمده، انحلال کامل گروه‌های فشار و پایان بخشی به قوغاسالاری و همچنین خشونت پراکنی در عرصه سیاست ایران و قربانی شدن منافع ملی در جنگ قدرت جناح‌های حکومتی و همچنین توقف موقت غنی‌سازی اورانیوم و همکاری شفاف با آژانس انرژی اتمی و اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است.
هدف از طرح این خواسته ها نیز رفع فشارهای اقتصادی سیاسی بر جامعه ایران عنوان شده که به نظر امضا کنندگان این بیانیه اثرات منفی بر زندگی مردم این کشور داشته است. با این وجود در این بیانیه بر حق ملت ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تاکید شده، اما امضا کنندگان با هر گونه تلاشی برای دستیابی به قابلیت تولید جنگ‌افزارهای هسته‌ای توسط حکومت ایران مخالفت کردند. ایران همواره برنامه‌های هسته‌ای خود را صلح‌آمیز خوانده و ادعای تلاش این کشور برای ساخت بمب اتم را رد کرده است. در میان اسامی امضا کنندگان این بیانیه نام چهره‌هایی از طیف‌های مختلف فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران خارج از کشور دیده می‌شود. ده‌ها کنشگر سیاسی و مدنی خواستار توقف اعتصاب قضایی رضا شهابی شدند. در پی تداوم اعتصاب قضایی رضا شهابی، فعال سندیکایی بازداشتی، ده‌ها تن از جوانان فعال سیاسی و کنشگران حقوق بشری با انتشار نامه‌ای خطاب به این زندانی سیاسی خواستار توقف اعتصاب قضایی وی شدند. به گزارش تحول سبز، بیش از 50 فعال سیاسی اجتماعی در نامه‌ای خطاب به رضا شهابی فعال کارگری از او خواستار شکستن اعتصاب قضایی خود شدند و همچنین تاکید داشتند که مسئولان سریعاً به خواسته های به حق او باید رسیدگی کنند. گفتنی از اعتصاب قضایی رضا شهابی در حالی وارد 15 روز خود شد که همچنان از وضعیت وی خبری در دست نیست. این فعال کارگری که از اعضای اصلی سندیکای کارکنان شرکت واحد می باشد، حدود 19 ماه در زندان اوین در بازداشت به سر می برد که از اول آذر ماه در اعتراض به بلا تکلیفی و ادامه بازداشتش دست به اعتصاب قضا زده است. طی روزهای اخیر 5 فعال ملی مذهبی، حبیب الله پیمان، احمد حاج سید جوادی، حسین شاه حسینی، اعظم طالقانی و لطف الله میثمی نیز از این عضو سندیکای کارکنان شرکت واحد خواسته بودند که به اعتصاب قضایی خود پایان دهد. همچنین دبیر خانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز با انتشار یک اطلاعیه مطبوعاتی نسبت به وضعیت این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرد. در همین حال محمد حیدری، روزنامه‌نگاری که به تازگی آزاد شده است، در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، خواستار رسیدگی به وضعیت این فعال سندیکایی شد. آغاز به کار کمپین نسرین ستوده را آزاد کنید. در آستانه روز جهانی حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران برنامه‌ای را برای ایجاد پشتیبانی جهانی از آزادی وکیل زندانی نسرین ستوده و برجسته کردن شرایط اسفناک زندانیان عقیدتی در ایران راه اندازی کرده و خواستار اقدام عملی و فوری در سراسر جهان برای آزادی این وکیل مدافع زندانی در ایران شده است. به گزارش تارنمای کمپین، آغاز این برنامه در استقبال از روز جهانی حقوق بشر 19 آذر صورت می‌گیرد. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: نسرین ستوده یکی از شجاع‌ترین و صریح‌ترین مدافعان حقوق بشر در ایران است و خانواده وی به صورت خستگی ناپذیری برای آزادی وی تلاش کردند. وی افزود: بر ماست که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر به تلاش‌های خیش برای معرفی جهانی نسرین ستوده و افزایش فشار بر دولت ایران برای آزادی وی بیفزاییم. وزیر نفت ایران گفت: از تحریم احتمالی اروپا نگران نیستیم. در حالی که رستم قاسمی، وزیر نفت ایران، میگوید که از تحریم احتمالی خرید نفت کشورش توسط اتحادیه اروپا نگران نیست، مسئول امور انرژی این اتحادیه گفته است که کشورهای اروپایی در مورد ضرورت چنین تحریمی اتفاق نظر دارند. آقای قاسمی و آقای اوتینگر هر دو در کنگره جهانی نفت در دوحه شرکت کردند. وزیر نفت ایران در حاشیه این نشست گفت که کشورهای غربی از سالهای اول پس از انقلاب ایران اعمال تحریم علیه ایران را آغاز کردند، اما تولید و صادرات نفت ایران در طول این سالها ادامه داشته است. آقای قاسمی گفت که هر گونه توقف در صادرات نفت ایران می تواند بازار جهانی نفت را با مشکلات عمده‌ای مواجه کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، همزمان مسئول امور انرژی اتحادیه اروپا گفت که کشورهای عضو این اتحادیه به اتفاق عقیده دارند که تحریم نفتی ایران لازم است. آقای اوتینگر افزود که چنین تحریمی می بایست به کشورهای بزرگ خارج از اتحادیه اروپا نیز گسترش یابد. او گفت:
فکر میکنم تحریم خرید نفت ابزار مهمی است، اما باید همه کشورهای بزرگ دیگر از جمله آمریکا و روسیه را هم به جمع تحریم کنندگان اضافه کنیم. هرچه تعداد کشورها بیشتر باشد، تأثیر آن بیشتر است. درخواست غرامت 1,000,000 پوندی بریتانیا از ایران. در پی تسخیر سفارت بریتانیا در تهران، دولت این کشور از ایران غرامت می‌خواهد. میزان خسارت‌های وارده بیش از 1,000,000 پوند برآورد شده. این تصمیم بنابر قوانین بین‌الملل و کنوانسیون وین اتخاذ شده است. روزنامه تلگراف نوشته است که تابلوهای نقاشی ارزشمند، فرش، مبلمان، جواهرات، اشیای قیمتی، دستگاه‌های الکترونیک و چند خودروی اداری از جمله عواملی هستند. از جمله اموالی هستند که تخریب یا ربوده شدند. یک سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا دوشنبه با تأکید بر گسترده بودن تخریب اموال این کشور در تهران گفت: ما طبق کنوانسیون وین خواستار پرداخت غرامت هستیم، اما هنوز زود است که در مورد میزان قطعی خسارت وارده صحبت کنیم. خسارت های وارده نه تنها ساختمان سفارت بریتانیا و محل سکونت دیپلمات‌ها در مجتمع قلهک را در بر می‌گیرد، بلکه شامل آسیب به مدارس بین‌المللی واقع در مجتمع قلهک نیز می‌شود. از جمله این مدارس که آسیب دیده است، مدرسه آلمانی هست. مسئولان مدارس فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها نیز کلاس‌های درس دانش آموزان را تعطیل کردند. در این بخش با اخبار جنبش سبز همراه ما باشید. مجید دوری گفت در برابر شرایط نامناسب فعلی نمیتوان ساکت ماند. مجید دوری دانشجوی زندانی در پیامی از زندان بهبهان ضمن تبریک روز دانشجو توضیحاتی درباره نقد قبلیش به فعالان دانشجویی ارائه کرد. به گزارش کلمه او، از اینکه احیانا حرفهایش کسی را رنجانده باشد و یا موجب تکدر خاطر شده باشد، پوزش خواست و در این حال بر این موضع خود که با وجود نامناسب بودن فضا باید به مبارزات ضد استبدادی ادامه داد تاکید کرد. این عضو شورای دفاع از حق تحصیل که در 2 سال قبل در روز 18 تیر بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شده بود، با وجود گذشت 2.5 سال از دوران محکومیت خود، حتی 1 روز هم به مرخصی نیامده است. مجید دوری که از بیماری میگرن نیز رنج میبرد و در پاره‌ای زمانها با وضعیت جسمانی نگران کنندهی روبرو بوده است، چندی قبل به زندان بهبهان تبعید شد و در آنجا در کنار زندانیان عادی و در شرایط بسیار دشوار نگهداری میشود. انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر اعلام کرد میوه درخت استبداد ستیزی سرانجام به ثمر خواهد نشست. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با صدور بیانیه‌ای به مناسبت 16 آذر ضمن گرامی داشت روز دانشجو، برخوردهای سنگین حاکمیت با دانشجویان را نشانه ای از کینه و ترس حاکمیت از جنبش بیدار و زنده دانشجویی و فعالان دانشجویی دانستند. به گزارش دانشجو نیوز در بخشی از این بیانیه آمده است: انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی‌تکنیک تهران ضمن گرامی داشته یاد 3 آذر اهورایی و روز دانشجو به تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور یادآور می‌شود که خواست جنبش دانشجویی همواره همسو با خواست ملت ایران و همواره در تضاد با حکومت‌های مستبد حاکم بر کشور عزیزمان بوده است. از این رو تقویت جنبش دانشجویی برای آینده ای ایران حیاتی است، زیرا که راه طاقت فرسا و زمانبر رسیدن به دموکراسی هرگز بدون پرداخت هزینه های گزاف محقق نشده است. خواهر داوود سلیمانی نوشت: شما حقیقت را از پشت میله های زندان فریاد میزنید و ما در تکیه حسین حسین میکنیم. به گزارش کلمه زهرا سلیمانی، خواهر داوود سلیمانی عضو دربند شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی، در یادداشتی برای برادرش نوشته است: داوودم، پس از سالهای مدیدی که از حماسه عاشورا میگذرد، هنوز هم ندای آزادی و آزادگی از لابلای قل و زنجیر به گوش میرسد. هنوز هم هستند مردان حسینی چون مثال شما که در پشت میله های زندان قفل بر زبان دارند. آقای سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس 6 شورای اسلامی و معاون دانشجوی دانشگاه تهران در دوره اصلاحات بودند. و
وی در سال 1378 و در زمان حمله لباس شخصی ها به کوی دانشگاه تهران نقش موثری در افشای جنایات های لباس شخصی ها و عوامل سرکوبگر نیروی انتظامی در حمله به کوی دانشگاه داشت. علی اکبر موسوی خوئینی ها گفت آگاهی بخشی و فعالیت صنفی دو کار ویژه امروز جنبش دانشجویی است. به گفته این فعال سابق دانشجویی دانشجویان ایران، در دو سال اخیر علاوه بر اینکه جزئی از جنبش دانشجویی بودند، اغلب خود را عضوی از جنبش دموکراسی خواهی بزرگتری که در جامعه شکل گرفته می دانند و این تأثیر متقابل جنبش دانشجویی و جامعه را در سالهای اخیر افزایش داده است. علی اکبر موسوی خوئینی ها که خود سالها عضوی از همین جنبش دانشجویی بوده، در گفتگو با جرس گفته است آگاهی بخشی و فعالیت صنفی دو کار ویژه امروز جنبش دانشجویی است که البته شبکه سازی، کار مطالعاتی و افزایش خودآگاهی لازمه موفقیت در آن دو کار کرد است. مادر هانیه فرشی گفت هانیه هیچ فعالیت سیاسی نداشته است. هانیه ثانی فرشی وبلاگ نویس دربند که در دادگاه بدوی به 7 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، در مهر ماه سال جاری حکم ناعادلانه او در دادگاه تجدید نظر عیناً مورد تایید قرار گرفت. هانیه ثانی فرشی به همراه 6 وبلاگ نویس دیگر به اتهام توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه نظام به احکامی ناعادلانه محکوم شدند. هانیه ثانی فرشی از اهالی شهر تبریز و دیپلمه است که هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و تنها به علت فعالیت‌های فیسبوکی و اینترنتی بازداشت شد و 2 ماه را در انفرادی و تحت بازجویی‌های سنگین بوده است. مادر هانیه ثانی فرشی به جرس گفته هانیه که زندانی شده، من هم تنها شدم و چون مسافت راه طولانی است، من نمی‌توانم هر هفته از تبریز تا تهران بروم. الان هم هوا خیلی سرد شده و هزینه ها هم زیاد است، به خاطر همین این هفته نتوانستم به دیدنش بروم. دلم هم خیلی برایش تنگ شده است. و در ادامه، گزارش تخلفات دولت در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها منتشر شد، نرخ تورم همچنان رو به افزایش است و ماموران امنیتی سوریه شماری از معترضان را ربودند و کشتند. گزارش تخلفات دولت در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها منتشر شد. گزارش تخلفات دولت در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها توسط کمیسیون ویژه در مجلس تهیه شد، اما هنوز هیئت رئیسه مجلس اجازه انتشار رسمی آن را نداده است. در این گزارش گفته شده که دولت میزان یارانه را اشتباه محاسبه کرده و دولت را با 15,000 میلیارد تومان کسری بودجه روبرو کرده است. این گزارش توسط سایت الف وابسته به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است. بنابر این گزارش پرداخت مبلغ 44,500 تومان ماهانه به هر فرد متقاضی یارانه ها در مراحل اول و دوم و در مجموع پرداخت رقم 45,500 تومان در مراحل بعدی بدون انجام محاسبات لازم برای کسب درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شده است. بنابر این گزارش پرداخت‌های گسترده یارانه نقدی به خانوارها نه تنها یارانه بخش تولید را تحت شعاع قرار داده است، بلکه موجب تخلفات قانونی دیگر در تأمین منابع لازم برای اجرای قانون شده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، بخشی از پول شرکت‌های برق به خزانه واریز شده تا منبعی برای تأمین یارانه‌های خانوارها قرار گیرد. کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی یادآوری کرده که قرار بود اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در طول 5 سال صورت گیرد تا افراد جامعه و فعالان اقتصادی بتوانند علاوه بر تحمل فشار هزینه‌ای، رفتار اقتصادی خود یا بنگاه تولیدی خود را با شرایط جدید وفق دهند. عدم رعایت این موضوع از سوی دولت در گزارش کمیسیون ویژه مورد انتقاد قرار گرفته است. دولت در فرایند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مبلغ 5000 میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده و این میزان بالاتر از حد مجاز قانونی بوده است.
علاوه بر این تعهد وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مستهلک کردن این تنخواه از محل منابع حاصل از اجرای قانون یاد شده نیست تا پایان سال 1389 عملی نشده است. بنابر این گزارش اگر روند جاری در تعادل منابع حاصله و مصرفی ادامه یابد، کسری منابعی معادل 15000 میلیارد تومان برای دولت پیش خواهد آمد و این امر چالش ها و مشکلات زیادی می آفریند. این گزارش همچنین به آثار تورمی پرداخت های نقدی یارانه ها با توجه به بالای رفتن حجم نقدینگی در بخش تقاضا و ایجاد محدودیت نقدینگی در بخش عرضه اشاره شده است. این گزارش که بیش از یک ماه است از سوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی تهیه شده برای قرائت در صحن علنی مجلس در اختیار هیئت رئیسه گذاشته شده، اما هنوز فرصت قرائت در مجلس را نیافته است. گفته های استاندار تهران در مورد کهریزک کاملا غیر کارشناسان است. برنامه ریزی شورای شهر و شهرداری تهران به نفع پیش رفته است که بخش عمده زباله تهران تفکیک و زباله خشک هم تفکیک و بازیافت می شود. همچنین زباله های تر و آلی هم عمدتاً تبدیل به کمپوست و کود و بخش کمی از پسمانده های باقی مانده دفن می شود. چندی پیش مرتضی تمدن استاندار تهران گفته بود شهرداری تهران باید برای پسمان و دفن زباله تدبیری ویژه بیاندیشد، زیرا دیگر در کهریزک امکان بازیافت وجود ندارد و این سایت باید از شهر تهران فاصله بگیرد. این در حالی است که رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران معتقد است این گفته ها نشان می‌دهد استاندار تهران از وضعیت کهریزک کاملا بی اطلاع است. معصومه ابتکار در واکنش به گفته های استاندار تهران در مورد اتمام ظرفیت سایت دفن بهداشتی زباله کهریزک به خبرگزاری ایلنا گفت استاندار احتمالاً اصلاً در جریان سیاست و برنامه‌ریزی‌های شورای شهر و شهرداری تهران در سامان بخشیدن به وضعیت سایت دفن بهداشتی کهریزک نیست. همچنین خانم ابتکار گفت جای تعجب است که استاندار تهران این گفته‌های غیر کارشناسانه را مطرح کرده است. نرخ تورم همچنان رو به افزایش است. بانک مرکزی نرخ تورم آبان ماه را 19.8% اعلام کرد که نسبت به رقم اعلام شده برای مهر ماه یعنی 19.1% ادامه روند افزایشی را نشان می‌دهد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند که نرخ تورم واقعی بیش از 30% است و آنچه بانک مرکزی اعلام می‌کند غیر واقعی و ناشی از دستکاری آمار یا شیوه های نادرست محاسبه است. بر اساس گزارش خبرگزاری ها بانک مرکزی نرخ تورم 12 ماهه منتهی به آبان 90 را 19.8% اعلام کرده است. تورم نقطه به نقطه اما برای آبان ماه اعلام نشده است. تورم نقطه به نقطه برای مهر ماه 21.6% اعلام شده بود. مسئولان دولتی ادعا کرده بودند که در نیمه دوم امسال تورم روندی کاهشی خواهد داشت، اما آمار مورد قبول خود آنها نیز این ادعا را تایید نمی کند. بیش از 50% دوربرگردان های پرخطر تهران حذف شد. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت بیش از نیمی از دوربرگردان های پرخطر و حادثه ساز تهران حذف شده است. این دوربرگردان ها بیشتر در زمان تصدی محمود احمدی نژاد به عنوان شهردار تهران ساخته شد و سید جعفر تشکری هاشمی با اشاره به طرح حذف تدریجی دوربرگردان‌های پایتخت گفت بیش از 50% دوربرگردان‌های غیرکارشناسی نسبت به سال 84 حذف شده است. معاون شهردار تهران تأکید کرد دوربرگردان‌هایی که حذف شدند حادثه ساز بودند یا باعث تأخیر در ترافیک می‌شدند. همچنین بر اساس برنامه‌ریزی‌ها سایر دوربرگردان‌ها که چنین ویژگی داشته باشند حذف می‌شوند. بسیاری از اطلاعات تاریخی را با ندانم کاری از دست داده ایم. یک باستانشناس با انتقاد از نحوه حفاظت و حراست از آثار تاریخی و فرهنگی کشور گفته اگر کسی درختی را در خیابان ببرد یا به آن آسیب برساند، شهرداری جریمه سنگین برای او در نظر می گیرد. این در حالی است که گاهی میراث تاریخی کشور را با لودر تخریب و غارت می کنند. مهدی رهبر ادامه داد تا کنون بسیاری از اطلاعات با ارزش تاریخی را با ندانمکاری از دست داده ایم، در حالی که حفاظت و حراست از آثار تاریخی کشور یک وظیفه ملی و همگانی است و با توجه بیشتر مسئولان نیاز دارد.
او تاکید کرد اگر نتوانیم به درستی از میراث هزاران سالی خود حفاظت و نگهداری کنیم، نسل‌های آینده ما را برای این ندانمکاری‌ها نخواهند بخشید. پوتین کاهش محبوبیت حزب خود در انتخابات را کم اهمیت خواند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه با کم اهمیت خواندن کاهش آرای حزب خود در انتخابات پارلمانی یکشنبه گذشته گفت که این موضوع برای حزب حاکم اجتناب ناپذیر است. حزب روسیه متحد که ریاست آن بر عهده ولادیمیر پوتین است، برنده انتخابات پارلمانی اعلام شد. مخالفان با برپایی یکی از بزرگترین راهپیمایی‌های سال‌های اخیر خود در مرکز شهر موسکو موجب شدند که هزاران سرباز وزارت کشور و افراد پلیس در پایتخت به حالت آماده باش در بیایند. پلیس تاکنون 300 نفر از تظاهرکننده‌ها را که شعار می‌دادند روسیه بدون پوتین دستگیر کرده است. الکسی ناوالنی یکی از فعالان ارشد کمپین مبارزه با فساد و از منتقدان اصلی آقای پوتین در میان دستگیر شدگان است. همزمان با مخالفانی که سرگرم برگزاری تظاهرات جدیدی هستند، شماری از طرفداران پوتین نیز در میدان سرخ موسکو تجمع کردند. ناظرانی از سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کردند که در رأی‌گیری انتخابات پارلمانی روز یکشنبه به نفع حزب آقای پوتین عمل شده است. ماموران امنیتی سوریه شماری از معترضان را ربوده و کشتند. یک گروه مدافع حقوق بشری سوریه گفته است که ماموران امنیتی این کشور به برخی محله‌های شهر حمص که محل تمرکز مخالفان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بوده حمله کردند. بر اساس گزارش بی بی سی آنها دست کم 30 تن از شهروندان را ربوده و به قتل رساندند. واحدهای پیاده و تانک ارتش سوریه چندین ماه است که شهر حمص را به محاصره درآوردند و به گفته مخالفان به طور مرتب محله های شهر را هدف حمله قرار می دهند و با کشتن و بازداشت گسترده ساکنان شهر مبادرت می ورزند. روز گذشته دولت سوریه گفت که با شرایطی پیشنهاد اتحادیه عرب برای اعزام ناظران به این کشور برای جلوگیری از خشونت علیه معترضان را می پذیرد و اتحادیه عرب نیز اعلام کرده که نامه حاوی این شرایط را برای بررسی در اختیار وزیران خارجه کشورهای عضو قرار داده است. واکنش‌ها به حملات انتحاری مراسم عاشورا در افغانستان. حملات روز سه‌شنبه به مراسم عاشورا در کابل، مزار شریف و قندهار با واکنش‌های منفی جناح‌های مختلف داخلی و مقام‌های خارجی مواجه شده است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان که قرار بود شام روز سه‌شنبه رهسپار بریتانیا شود، سفر خود به این کشور را لغو کرده است و به افغانستان بازگشته است. در کابل یک انفجار انتحاری در زیارتگاه حضرت ابوالفضل، یکی از شلوغ‌ترین زیارتگاه‌های کابل که در مرکز این شهر قرار دارد، منجر به کشته شدن 54 نفر زخمی و زخمی شدن 164 تن دیگر شده است. محل انفجار به مقر فرماندهی پلیس حوزه دوم امنیتی کابل بسیار نزدیک است و با کاخ ریاست جمهوری و وزارت دفاع هم تنها چند صد متر فاصله دارد. بسم الله محمدی وزیر کشور افغانستان پس از این انفجار در یک نشست خبری حضور یافت و گفت که این حادثه زمانی روی داد که گروهی از عزاداران از این زیارتگاه خارج شده و گروهی دیگر قصد ورود به آن را داشتند. جنرال عبدالظاهر رئیس تحقیقات جنایی پلیس کابل گفته است که احتمال دارد فرد بمب‌گذار به همراه گروهی از عزاداران از جنوب کابل به این زیارتگاه آمده باشد. در انفجار بمبی در مزار شریف شمال افغانستان نیز 6 عزادار کشته و نزدیک به 20 نفر دیگر زخمی شدند. یک حادثه دیگر در شهر قندهار در جنوب این کشور 5 نفر را زخمی کرده است. و اینک از شما دعوت میکنیم گفتگوی ویژه خبری رسا رو با هم بشنویم و ببینیم. مسئول امور انرژی اتحادیه اروپا گفت که کشورهای عضو این اتحادیه به اتفاق عقیده دارند که تحریم نفتی ایران لازم است و چنین تحریمی باید به کشورهای بزرگ خارج از اتحادیه اروپا نیز گسترش یابد. این در حالی است که رستم قاسمی وزیر نفت ایران تاکید کرده که از تحریم احتمالی خرید نفت کشورش توسط اتحادیه اروپا نگران نیست. در ارتباط با تأثیرات احتمالی تحریم نفت بر اقتصاد ایران با جمشید اسدی اقتصاددان مصاحبه ای انجام داده ایم که می شنوید. آقای اسدی،
مسئول امور انرژی اتحادیه اروپا اخیراً گفته که کشورهای عضو این اتحادیه به اتفاق عقیده دارند که تحریم نفتی ایران لازمه. در صورتی که این تحریم اتفاق بیفته، چه تأثیراتی بر اقتصاد ایران بر جای میذاره؟ تا کنون تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، صدمات بسیار زیادی به ستون فقرات اقتصاد کشور یعنی صنعت نفت و گاز زده است. با وجود این تحریم ها به طور روشن متوجه صنعت نفت و گاز نبود، اما وقتی که تحریم ها متوجه یک کشوری می شوند، فضای کسب و کار برای اون کشور تیره می شه، داد و ستد های مالی و بانکی مشکل می شه و خب صدمه می زنه به کل اقتصاد در مورد کشور ما، از جمله به اقتصاد نفت و گاز. اما بعد از اینکه آخرین گزارش آژانس بیرون اومد، حالا دیگه کشورها و جامعه بین‌المللی صنعت نفت و گاز رو به طور مستقیم به احتمال بسیار بالا مورد تحریم خواهند قرار داد و این از بدترین شرایطی است که ممکنه برای اقتصاد کشور ما پیش بیاد. این اقتصاد به زمین نشسته رو زخمیتر و علیلتر خواهد کرد. از طرف دیگه وزیر نفت گفته که حکومت ایران نگران تحریم احتمالی نفت ایران توسط اتحادیه اروپا نیست. به نظر شما در صورت تحریم نفت ایران توسط اروپا، حکومت ایران چه کارهایی رو میتونه برای کم اثر کردن این تحریم انجام بده؟ اولا این صحبت آقای رستمی بسیار درسته. جمهوری اسلامی نگران نیست. آیا هیچ مورد نگرانی دیده اید که از اول جمهوری اسلامی تا به امروز سرسختان در مورد زندگی معیشتی مردم داشته باشن؟ کاری نداره. وقتی که مردم گرسنه‌تر میشن، خط فرق بالاتر میره، تولید پایین‌تر میاد، آقایون یک سخنرانی میکنن که قصد حکومت اسلامی این نبوده است که ما به مادیات برسیم. هر کی هم اعتراض بکنه، این فتنه اقتصادی است مثل فتنه سیاسی و بگیر و ببنده. زمانی که این تحریم ها به طور روشن متوجه صنعت نفت و گاز نبود، بسیاری مواقع چند ماه حقوق دستمزدبگیران و کارگران عقب میافتند. وای به این که به این شرایط برسه. خب البته آقای رستمی نگرانی در این مورد ندارن، قابل فهمه، اما مردم جای آن دارد که بسیار بسیار نگران باشن. فرمودید غیر از این بخش اول پرسشتون، جمهوری اسلامی چه میتواند کرد؟ جمهوری اسلامی کاری رو میکنه که وقتی کشورهای در تحریم قرار گرفتن اون کار رو انجام میدن، یعنی به صورت قاچاق چند برابر قیمت و با تبانی از کشورهای مختلف مایحتاجشون رو تا اندازه‌ای که بتونن تهیه میکنن. اما این کار هم برای جمهوری اسلامی بسیار دشوارتره، چون زمانی که عراق زیر تحریم بود تا اندازه‌ای تونست این کار رو بکنه و بعد شرکت ها و بانک هایی که قبول کرده بودن معامله با عراق زمان صدام حسینی، بعد جریمه شدن و به شدت زیر فشار قرار گرفتن. پس امروز جامعه جهانی نه تنها با تجربه ای که از مسئله عراق پیدا کرده است کنترل بیشتری میتونه بر روی تحریم های ایران بکنه، بلکه شرکت های کمتری مایل خواهند بود با توجه به تنبیه هایی که در دوران صدام حسین مورد شرکت ها صورت گرفته که یک معاملات قاچاقی با ایران داشته باشن، حتی گیرن به چند برابر بهای اصلی کالاها. متشکرم از شما. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزاریم که امشب نیز همراه رسا بودید. تا فردا شب، خدا نگهدار. خدا نگهدار. عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شما بینندگان محترم رسا. با اخبار 17 فروردین ماه در خدمت شما هستیم. من هم سلام و شب بخیر میگم به همه شما.
رسا با اخبار 17 فروردین ماه در خدمت شما هستیم.